خیلی خب، من دیگه کسی نظر نداره در برای این. من میرم God is nowhere، منتظره God is nowhere میرم بالا. وای God is nowhere خیلی خشخش داره پشت صدات، اگه میشه اینو درست کن. یه بار دیگه میرم الان خشخشه. آره. خشخشه. سلام، بذار ذره کمش آره. کنم صدامو الان صدامو آره. کم میکنم یه ذره ببینم که یه خب بگو حالا دیگه تحمل میکنم. سلام آرمین جان، هدفونه چرا با هدفونم هم یه ذره فکر کنم لول میکروفونم بالا هست و اینو یه ذره الان نگاه کنم کمش کنم دوستان اذیت نشن. خوبی آرمین جان؟ من خیلی اون هفته هم مشتاق بودم که با شما صحبت کنم ولی به هر حال نشد. الان بهتر شد؟ الان خوبه؟ اشکال اره مهم نیست بفرم. آرمین جان اولش میخوام تشکر کنم از شما که خیلی با حوصله با این همه اقشار مختلف شما، من فکر میکنم دقیق یادم نیست ولی فکر کنم نزدیک 2 سال این هولوش هستش که با شما برنامه های خوبتون، مهمون های خوبی که داشتیم، من طریق دکتر نیری با برنامه شما آشنا شدم و میخوام خیلی تشکر کنم که این همه حوصله داری، این همه مهربون هستی و واقعا با یه انرژی خیلی خوب و دوست داشتنی همیشه سعی کردی که با نهایت اون چیزی که درک کردی سعی کنی که به هر حال با همه یه جوری کنار بیای. آرمین جان زیاد وقت رو نگیرم، میدونم حالا دوستان دیگه هم شاید تو نوبت باشن. من حالا فارغ از بحث قضیه مسیح علی نژاد و این مسائل جزئی تر، یه ذره کلی میخواستم صحبت کنم، موقعیت رو مختنم دونستم که یه چند تا سوال از شما بپرسم. اینه که هدف یا اهداف کلی شما چیه آرمین جان؟ یعنی مثلا با جمهوری بی خدایی هدف کلی شما چیه یا اصلا مهمترین هدفتون چیه؟ این برای من خیلی جای سواله که مهمترین هدف شما مثلا، خب من بارها شنیدم شما میگیم براندازی، آیا مهمترین هدف شما براندازیه یا روشنگریه یا مثلا، خب من اینو اگر یه بزرگواری کنید، چون در ادامهش یک دوتا سوال کوچیکم دارم. هدف اول، خب میوت کن خودتو وقتی من صحبت میکنم. اوکی الان میوت میکنم. هدف اول ما اینه که کسایی که بی خدا هستن تو تمام جهان، نه فقط مثلا آمریکا و کانادا و ایران و تو همه جای جهان، جمهوری بی خدایان شعبه تو اکثر شهرهای بزرگ جهان داره. هدف اولی ما اینه که بی خدایان بدونن که بی خدایان دیگه هستن و این ابنورمال نیست، این عادیه، تنها نیستن، کسایی وجود دارن که مثل خودشون، یعنی نرمالیزه کردن بی خدایی بدون اینکه ما متحد بشیم بر اساس اینکه عقایدمون یکیه. یعنی ما میخوایم نشون بدیم که هستیم، با هم هم میتونیم گروه تشکیل بدیم ولی بدون این انتظاری که ما بغیر از بی خداییمون، یعنی ما در باز میذاریم برای بی خدایان بدون که لازم باشه که عقایدشون درباره مثلا موضوع مختلف با هم یکی باشه. یعنی ما باید بتونیم همدیگر رو پیدا کنیم، با همدیگه گروه تشکیل بدیم ولی تنوع نظر و عقیده هم داشته باشیم. این هدف اوله. هدف دوم، جمهوری بی خدایان هم بخش انگلیسیش هم فارسی، حالا یه روزی هم من میخوام بخش عربیش هم، ما بخش انگلیسی رو داریم که بزرگترین بخشه، بخش فارسیش دومینه. من میخوام تو آینده بخش عربیشو و بخش اردوشو و یه زمانی اگه یه روزی برسه و ما بنزه کافی بتونیم، یعنی بنزه کافی تیممون بزرگ بشه، بخشای اسپانیایی و چه میدونم مالی و همه زبونه دیگر هم دوست دارم. این تو الان میگم شطور تو خواب دیده پردانه ولی خب آرزومه، میدونم که ممکن نشه. هدف دوم اینه که خدا باوران جهان بی خدایان رو بپذیرن به عنوان دوست، به عنوان همسایه، به عنوان، یعنی ما اول نرمالیزه کردن بی خدایی اول بین در برابر خود بی خدایانه. هدف اول که احساس تنهایی نکنن، احساس دیمونایزیشن، آسترسایزیشن نکنن که بدون ما هستیم، نرمالیزه کردن بین بی خدایان. هدف دوم نرمالیزه کردن بی خدایی بین خدا باورانه، یعنی حتی خدا باوران اینه که، یعنی خیلی فکر می‌کنم ما هدف اولمون اینه که خدا باوران رو بی خدا کنیم، البته اون جزء هدفمون هست ولی اون هدف مثلا 4م 5م 6م
هدف دوممون اینه که کسایی که خدا باور هستن و خدا باور میمونن، که اکثر مردم جهان هم هستن و تا آینده خیلی زیادی هم اکثر مواد نه حالا خیلی طولانی هم نبود، تا یه مدت آینده هم اکثر مردم جهان خواهند موند، کسایی که خدا باور هستن این که یه کسی بی خدا باشه براشون عادی باشه، احساس دشمنی نکنن، ما بتونن بی خدایان رو بتونن تو زندگیشون به عنوان همکار به عنوان دوست بپذیرن. خب یک روش این که ما هدف دوممونو به این آرزومون برسیم اینه که ما خودمون بی خدایان همدیگر رو بپذیریم. یعنی ما نمیتونیم این انتظار رو داشته باشیم از خدا باوران که ما رو بپذیرن وقتی خود خدا ناباوران همدیگر رو با اختلاف نظرشون نمیپذیرن. خب یعنی من مثلا یک خدا ناباور کپیتالیست و طرف سیستم سرمایه‌داری اگه بگم که خب ما خدا ناباوران کمونیست رو دوست نداریم، خب من خودم خیلی کپیتالیستم، به شدت کپیتالیستم، خب ولی خب میتونم و به شدت هم ضد عقاید کمونیستی هستم، خب ولی کسایی که کمونیست هستن رو میتونم به عنوان دوست بپذیرم. خب یعنی ما اگه این کار خودمون با بقیه خدا ناباورا نتونیم بکنیم، چه انتظاری داریم که از کسایی که دیندار هستن ما رو بپذیرن؟ خب یعنی باید خودمون این کار رو قبل از اینکه این بتونیم تبلیغ بکنیم به خدا باوران، باید خودمون این کار رو بتونیم درست انجام بدیم، یعنی حداقل بعضیامون. خب هدف سوممون اینه که عقاید عصر روشنفکری، روشننگری، enlightenment values رو تبلیغ بکنیم. خب و این یکی اسمیه میگه خب این که بی خدایی نیست. بله ما گروه جمهوری بی خدایان ادعا نمی کنیم که ما مثلا فقط بی خدا هستیم. خب ما اگه فقط بی خدا بودیم فقط میگفتیم بی خدا هستیم. خب ما جمهوری بی خدایان یه سری عقاید رو نپذیرفتیم، ولی یه سری عقایدی هم داریم. خب مثلا آزادی بیان و سکولاریسم و اینا ماورای خدا ناباوریه، ولی گروه ما که ما که رپرزنتیتیو همه خدا ناباورا نیستیم، ما فقط رپرزنتیتیو، ما نماینده همه خدا ناباورا که نیستیم، که ما یه گروه هستیم که نماینده فقط جمهوری بی خدایان هستیم و میتونیم یه عقاید مثبتی هم داشته باشیم. یعنی یه سری عقاید رو قبول نکردیم ولی یه سری عقاید هم خودمون داریم که ماورای خدا ناباوریمونه و اون enlightenment value هست و اونا رو دوست داریم تبلیغ بکنیم. خب تبلیغ اونا به نظر ما و چیز دیگه هم که دوست داریم تبلیغ کنیم critical thinking، یعنی تفکر نقادانه است و scientific methodology، یعنی روش های علم نوین. اینا رو ما میخواییم cheerleader و تبلیغ کننده این روش ها و این عقاید هم باشیم. میگن خب آیا ضد دینی یعنی پس فعالیت ضد دینی نمی کنین؟ من میگم که تبلیغ عقاید روشن فکری، تبلیغ enlightenment value به خودی خودش جز ضد دین ستیزی و با دین جنگیدن و با همه خرافات جنگیدن زیر مجموعه تبلیغ برای عقاید عصر روشنفکری، ارزش‌های روشننگری. مرسی قاسم، من اینو باید یادم بمونه، تبلیغ ارزش‌های روشننگری رو تبلیغ ارزش‌های روشننگری اینا رو در بر می‌گیره. بفرمایید. بله خب خیلی ممنون از توضیحات شما، چون من بارها دیدم تو برنامه شما به مباحث مختلف پرداخته میشه، بحث اخلاق هست، بحث بر حال علمی میشه و آخرین بحثی هم که من با قاسم عزیز شما میکردین ایشون میگفتش که یه کاری کنیم که برنامه جذاب بشه، شما هم دنبالی مونید که خب ما الان مثلا خب یه سری چیزا رو تا الان بهش رسیدیم، فهمیدیم که مثلا چرا بی خدا هستیم یا چرا مثلا روشنگری میتونه کمک کنه به جامعه به خاطر اینکه از یه سری از چیزای اولیه خرافی بتونن خودشون رو رها کنن. یه چیز مطلب خیلی مهمی که هست، حالا من نظر شخصی ما قطعا نمیتونه نظرم درست باشه، ولی نظر شخصی اینه که برای اینکه شما برنامه‌تون الان مثلا 10K جمهوری بی خدایان عضو داره، برای اینکه این 10K تبدیل بشه مثلا به مثلا 100K یا حتی 1,000,000 فالوئر، خب یه کار البته بسیار بسیار بزرگیه، کار بسیار بسیار سختیه
ولی به هر حال یکی از راه های مطرح شدن یا صدا رو به گوش خیلی از جمعیت رسوندن اینه که جذابیت ایجاد بشه. حالا من چرا اولین سوالم بودش که هدف شما چیه؟ چون اگه هدف شما یه ذره بولتر به صورت تیتروار مشخص باشه، شما اون وقت برای جذابیت ایجاد کردن، برای جذب فالوئر میتونین یه مقدار تمرکز بیشتری داشته باشین. خب مثلا من خودم شخصا به واسطه مثلا دکتر نیری و دکتر حسام نوذری و نمیدونم کسایی که به هر حال آقای ایمان سلیمانی امیری یا مثلا خود زئوس عزیز که از همه یا وریا امیری، شما از همه عزیزان بارها دعوت کردین و من از این طریق خودم حالا آشنا شدم. ولی خب یک چیز معضل خیلی واقعا بزرگی که هست و این هدف شما رو باعث میشه که بهش نرسین اینه که عموم مردم اصلا حوصله ندارن به هیچ عنوان که بیان اصلا راجبه یه سری چیزهایی که یه ذره تفکر بیشتر میخواد، مثل مغالطه، مثل مسائل علمی، مثل منطق سوری و غیر سوری، یا مثلا هزار تا چیزی که یه ذره فکر بیشتر میخواد. یعنی هی باید بشینه آدم فکر کنه ببینه حالا اگر اینجوری نگاه کنم چی میخواد بشه، اونجوری چی میخواد بشه. یا مثلا من تو برخوردهای عموم زیاد دیدم چقدر صحبت میکنی بس دیگه خسته شدیم. متاسفانه بزرگترین معضل توی این راه، یعنی توی روشنگری، اینه که مردم حوصله ندارن که اصلا وقت میگم ولش کن چقدر حرف میزنی اصلا خود کردی. اینه که مثلا من یه مثال براتون بزنم، یکی از راهای جذابیت مثلا اونجوری که من دست کردم اینه که یکی از راهای جنسی استفاده کنه، چون خوش لخت کنه، یا یه خانومی باشه من، یا یه کارهای عجیب غریب بکنه، فالوورش زیاد بشه، بعد اون وقت به اهداف خودش که حالا هر چی هست برسه. که خب قاعدتا با این تفکری که تو جمهوری به خودن هست که همچین راهی اصلا شدنی نیست یا اصلا راه درستی است. ولی منم من میخوام من لخت بشم. نه هرگز نه، منظورم این، نه من گفتم مثلا یکی از راههایی که مثلا میان میخوان خوش رو مطرح کنن یا مثلا فالوور بگیرن یا جذابیت ایجاد کنن، یه کار غیر، حالا لخت شدن یه کار غیر متعارفه دیگه. من حالا یه مثال زدم فقط، منظورم بهشون هر کی میخواد لخت باشه بشه، اشکال نداره تا وقتی که یوتیوب بذاره. یعنی شما اگر مثلا بدونی که فالوورتون زیاد میشه لخت میشید شما مثلا این کارو میکنید؟ نه مگه من فقط هم فالوور زیاد شدنه، من میگم کسی که دوست داره اون کارو بکنه، من خب نمیخوام میگم چیکار کنه، خب ولی بله. کسی دوست داره این کارو بکنه و لذت ببره از اون کار اصلا مشکل نداره. آره اینجا نه بحث من اصلا، حالا شما فقط اون مثالو توجه، اصلا اون مثال فقط یه مثال بود، یه کار خیلی نامتعارفو خواستم میگم اون به ذهنم اومد اصلا بهش فکر نکردم. من میخوام آره، ولی من میخوام شرم نگیریم برای کسایی که توی همچین فعالیتای قطعا البته واژه درستی نیست، ولی خب با احتمال خیلی بالا آره حرف شما درسته. منتها من خواستم اینو بگم که به هر حال یکی از راههایی که ما بتونیم فالوور واقعی داشته باشیم، فالوور واقعی یعنی کسی که واقعا تمایل پیدا کنه که نقادانه بخواد فکر کنه، تمایل پیدا کنه که بخواد پرسشگری کنه، بخواد مثلا هر چیزی رو به راحتی رد نکنه و به راحتی قبول نکنه، باید یک جذابیت جانبی ایجاد کنیم. حالا من چه میدونم، موسیقی میخواد باشه، انسانهای مثلا باحال باشه، بامزه باشه. حالا من نمیدونم، شما از صحبت کردن راجع به امید دانا این بودرش رو هم از بابت اینکه مثلا یه عکس امید دانا باشه یه عده‌ای که فالوورش هستن بیان اینجا هم نگاه کنن استفاده، که خب به نظر من خیلی کار خوبیه و امثال اینها و با تنوع خیلی بیشتر میتونه خیلی 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 بیشتر کمک کنه. که اگر هدف شما، من میبینم شما در کنار تمام روشنگری‌ها حرف از براندازی میزنید و میگید که مثلا براندازی، که البته من شخصا خودم با این کلمه، با این مفهوم یه ذره مشکل دارم. به نظر من ما وقتی یه خونه ای داریم، هر چقدر هم خونه خراب باشه، قبل از اینکه به فکر خراب کردن اون باشیم، باید به فکر بعدش باشیم که ما این خونه رو خراب کردیم. درسته این خونه کاهگلیه، درسته خیلی ایرادها داره، درسته اصلا فاجعه است، ولی خب ما بعد از این می‌خوایم چیکار کنیم؟ یعنی وقتی بعدش مشخص نیست، خب ما فقط انگار مثلا همینجا وایسادیم و می‌خوایم این کار رو انجام بدیم. و این نکته بعدش واقعا به نظر من خیلی، اگر شما صحبت از براندازی می‌کنید، ای کاش راجب بعدش با یه برنامه‌ریزی خوب و این اتحاد، من از افرادی که نام بردم خیلی خوبه که اتحاد شما خیلی بیشتر باشه، مثلا زئوس عزیز یا مثلا
دکتر نگیری، حالا در زمینه علمی تو حتی دکتر هولاکویی دیگه، نمیدونم تمام کسایی که خب خودتون خب اینو گفتی باشون. ببین گاریز نوبر، بالاخره بعضی از خونه ها انقدر وضعش خرابه که باید خراب کنی از اول بسازی، درسته؟ بله، خراب کردنش اصلا خب قطعا مشخصه که ما میخوایم که مشکل مریضیه، یه آسیبه، آسیب رو میخوایم برطرف کنیم، ولی ما خراب کردیم و نتونیم یه خونه بسازیم که اون وقت همون خرابه ای هم که سهم بود که دیگه هیچی نیستش که، اون وقت باید چیکار کنیم؟ آره ولی خب این تحلیلش از این چیزا پیچیده، یعنی اینجوری نیست که بیان بله خیلی پیچیده است. بله بله میدونم پیچیده است، ولی خب حالا بعضیا مثلا تو همین حرفی که من زدم مثلا عنوان اصلاح طلبی رو پیش میکشن، میگن که حالا مثلا خونمون خرابه بیایم بازسازی کنیم، چه میدونم آشپزخونهش مثلا اوپن نداره، من چه میدونم ام دی اف نداره، مثلا تو همون مثال دارم پیش میرم، میگن که بیایم اصلاح کنیم، که البته شاید منافع دیگه ای رو مد نظر دارن و اصلا راهشون به بیراهه بره. ببین من الان نظر شخصی من اینه که و اینا من میتونم عوض کنم، خب اگه میشه خودتو میت کن. من نظر شخصی اینه که اگه برانداز بشه تو ایران، یک احتمال من با احتمال من به طور قطعیت حالا نمیدونم، یه احتمال نمیدونم مثلا 60% رفت نمیدونم، یه احتمال نه خیلی بالا ولی اونقدر بالا هست که اعتقاد من باشه، چندین سال افتضاح خواهد شد و چندین سال مردم ایران بعد از براندازی یک هزینه خیلی بالایی رو خواهند داد به خاطر براندازی، ولی من فکر کنم که و ممکنه توی زمان کوتاه مدت ایران دوباره بعد از براندازی تو چنگ یا آدمایی بیفته که مثلا ممکن از همین نایی هم که الان هستن هم بدتر هم باشه، خب ولی چنگ اینا به اون شدت غالب نخواهد بود، یعنی به هیچ من فکر نکنم دیگه هیچ وقت کسی بتونه مثل جمهوری اسلامی بیاد دوباره به اون شدت سرکوب بکنه، یعنی حتی اگه یه مدت کوتاهی هم بد بشه، جنگ داخلی بشه، یه حکومتی هم ممکنه بیاد که اصلا یا اصلا از لحاظ ایدئولوژیک خیلی بدتر باشه، یا اینکه حتی اگه بخواد سکولار دموکرات هم باشه ولی اینقدر بی‌عرضه باشه که حتی نتونه کاری بکنه، ولی به طور طولانی مدت من فکر کنم مثبت‌های براندازی از منفی‌هاش بیشتر خواهد بود. من منظور شما رو متوجه شدم، شما یعنی میگین که این یه قده سرطانی خیلی اسفباره که راه تنفس منم گرفته، من فقط به فکر اینم که این قده رو فعلا خارج کنم، یعنی این قده انقدر آزارش بیشتره که شما اصلا حاضر نیستین که به بعدش فکر کنیم، فقط میگین که اولش فقط من از شر این خلاص بشم. حالا اینم نظریه و خیلی بر من سخته که بتونم قبول کنم که کسی دیگه بتونه مثل جمهوری اسلامی بیاد این همه تمام ایران رو به این شدت توی زندان نگه داره. خب یعنی من قبول دارم که هزینه هاش اولش خیلی زیاد خواهد بود و من خودم به جای این که توی این مثلا گروه های براندازی، خب که ببین ما یه جوری هم نباید حرف بذاریم که انگار بعضی یه جوری حرف میزنن در براندازی که انگار احتمال حتما بشه، خب ما احتمال هم هست که اصلا نشه، خب ما چه بشه چه نشه ما سعیمون رو میکنیم برای فعالیتایی که ما میدونیم که بالاخره اگه بشه مثبته ما زورمون رو میزنیم، حالا نشد ما کاری که باید میکردیم کردیم، خب به طور ولی بعضی یه جوری حرف میزنن که انگار حتما میشه. خب حالا ولی ما فعالیتامون رو میکنیم به طرف اینکه سعی کنیم یه اتفاق مثبت بیفته، ولی چون من اگه براندازی بشه من فکر میکنم توی چند سال اولش مردم ایران یک هزینه خیلی گندهی خواهند داد و من هزینهش رو نمیدم، من سعی میکنم توی این گروه هایی که مثلا تبلیغ براندازی میکنن من فعالیتم این باشه که اون هزینه رو کم کنم، خب میدونی ازم چه؟ یعنی بگم حتی اگه تو جنگم یه نفر باشه، یه سری قوانین انسان دوستانه تو جنگ هم هست، حتی جنگ نه تنها جنگ سرد، خود جنگ گرم هم یک سری قوانین انسانی باید رعایت بشه، یک سری تبلیغایی رو میکنم که اگه یه روزی مثلا به اونجا برسیم مردم میدونن، یعنی کسایی که حداقل طرفدار ما هستن یه کارهای خیلی زشتی رو، یه کارهای خیلی غیر انسانی رو نکنن، میدونم چون که من فکر کنم خودم نمیتونم بیام بگم که برین هزینه رو بدیم، من کیم که بیام تبلیغ بکنم
من که هزینه رو ببین، من نشستیم کنار میگیم که شما اگه نمیخواییم برین هزینه شو بدین، بعدا یه چیز خوبی هم گیرتون میاد. آره اولش هزینه زیاده ولی بعد یه چیزی گیرتون میاد. چون من با قطعیت نمیتونم برای نوار نتیجه ها فکر کنم شاید گیر بیاد، برای ندیده ها، برای ما که نه، ما که نسل سوخته ایم. نه الان ممکنه نمیدونم، شاید هم نمیدونم. خب چقدر طول میکشه؟ گفتم خب؟ برای ما که نتیجه نه فکر کنم اون زمانش آره شاید آره خیلی طولانی باشه. آخه این دور زمانه چیز ببینیم، ما الان تو تاریخ عوض چیزایی که عوض میشه تو طول یه کوتاه مدته. یعنی شما نگاه کنید مثلا جنگ جهانی دوم اگه چند سال بود اتفاق افتاد؟ خب نه، بعضی موقع یه سری چیزای خیلی سریع اتفاق میفته. خب یعنی امکانش داره که خیلی سریع اتفاق بیفته، ولی چون ما احتمالی داریم صحبت میکنیم، ما اگه تبلیغ دادن این هزینه رو بکنیم و اون هزینه داده شه ولی اون نتیجه‌ای که ما در نظر داریم گرفته نشه، وقت کی بیاد یقه ما رو بگیره؟ کی بیاد بگه که شما که هزینه‌ش خب من که هزینه‌ش ندادم، تو به ما گفتی بیا این هزینه رو بده، این بعد این نتیجه رو گرفتیم، حالا ما اون هزینه رو دادیم این نتیجه رو هم نگرفتیم، حالا تو حاضر بیا جواب پس بدی آرمین؟ برای من میذارم کسایی که خودشون قراره اون هزینه رو بدن اونا تبلیغ این هزینه دادن رو بکنن. من فکر میکنم که خیلی امنه که تبلیغ تفکر یعنی منطق نقادانه، ارزش های انسانگرایانه، اینا من میدونم تبلیغ اینا خیلی اطمینانم بیشتره که اینا هزینه نداره. و تو هر چیزی که هر فعالیت های سیاسی یا فکری از اینا این بهش اضافه بشه تأثیرش مثبته، یعنی تأثیر مثبتش به شده از منفیش بیشتره. خب یعنی اگه براندازی واقعا به نفع از بین برداشتن جمهوری اسلامی به نفع مردم ایران باشه، الان به سریع به سرعت بدون هیچ اگه و فردا، حالا فردا و حالا صبر کنیم و اینا، این اگه به نفع مردم باشه، خب توی گروه های براندازی اگه تفکر نقادانه و ارزش های انسانگرایی باشه، من این حرکت ها من فکر کنم این بدرش میخوره. یعنی من مثلا کسی هم که مثلا میدونم دنبال این براندازی ها، میگم یه جعبه هایی دارم، میگم این برش اگه میخواین اینو میخواین اینو شما من اینو دارم. یعنی یه مثلا یه کسی که مثلا توی جنگ داره مثلا به سربازا آب میده. من خودم سربازا نیستم. آرمین جان یعنی به نظر شما، یعنی اونجوری که من از حرفای شما برداشت کردم، یکی از آخرین اهداف شما براندازی، یعنی اهداف اولتون روشنگری و تفکر نقادانه و جمع کردن بی خدایان با هم که بتونن با هم دیگه دوست باشن، بتونن یاد بگیرن که با یه یهودی، مسیحی، مسلمان، بودا، هندو، فولک ریلیژن انواع اقسام اینا بتونن با هم دیگه اختلاف نظر داشته باشن ولی انسانی با هم صحبت. یعنی اینا اهداف اولیه شماست و براندازی میره مراحل خیلی آخرتر. خب نه، من درسته، ولی من ممکنه هدف اولیه من مثلا من به طور خیلی مستقیم تو براندازی نباشم، ولی تو کمپ براندازا این کارا رو دارم میکنم. خیلی اینو زم شه، یعنی من این کارایی که دارم میکنم ممکنه هدفم مثلا تبلیغ تفکر نقادانه و انسانگرایی باشه، ولی خیلی موقع ها توی کمپی که دارم میگم اینجا میام دور و بریامو نگاه میکنم، اینا من تو جبهه براندازی هستم. یعنی هدف اصلیتون یعنی اونه؟ الان من اولین سوالم دقیقاً تازه سر اولین سوالیم، هدف اصلیتون اونه؟ یعنی این همه کارا انجام میشه برای اون یا نه؟ نه هدف اصلیم همون چیزی که تو گفتی، یعنی تبلیغ این ارزش ها و این روش های تفکره. ببین مثلا یک پزشک که توی جنگ هست، خب ممکنه مثلا توی جبهه A و B دارن به هم می جنگن، توی جبهه A هست، هر کی میاد سعی میکنه مثلا یک کار زخمشو درست کنه. خب حالا بعضی موقع به سرباز B هم جلوش میبینه زخم اونم درست میکنه، برای اینکه درسته که توی جبهه A هست ولی هدفش فقط زخمشوییه مثلا. خب هر کی هر زخم ببینه میخواد بشوره. مهم نیست که حالا سرباز A باشه سرباز B باشه، میخواد خیلی عالی. آرمین جان حالا من سریع دو تا سوالم بپرسم دیگه. بله متوجه شدم. آرمین جان یه بحثی راجع به اخلاق سریع بپرس، فکر برنامه شما هم کدوم برنامه بود؟ بله تو برنامه یه بحثی راجع به اخلاق شد تو برنامه شما،
و این آخرین بارم یادم خانم بابک اومده بود و راجع به اخلاق و سکس و اینا بود و اینا، و خیلی جالب بود برای من. از نظر من ایشون خیلی به شدت ادعا داشتش که من باید ما آتئیست ها خیلی هم قبیله‌ای و فرقه‌ای نگاه میکرد که ما آتئیست ها باید ضد تعصب باشیم و اصلا از تعصب باید گریزان باشیم، که در صورتی که به نظر من توی یه سری از جا خیلی تعصب داشت ایشون خودش، خیلی هم عجیب بود. از بابت اخلاق من اونجا هم چند بار کامنت کرد، یه بارم شما هایلایت کردی، اینکه واضع یعنی وضع کننده اخلاق اولش کیه به نظر شما؟ اصلا کیه که میتونه بگه این یک حرکت اجتماعی خوبه، این یک حرکت اجتماعی بده؟ یعنی کی صلاحیت اینو داره که بگه این مدل کار کردن، این نوع کار کردن؟ تو هر زمینه، تو نجاری، تو خیاطی، تو فوتبال، حالا بعضی چیزاش که علمیه، و حالا من از بابت اخلاق و رفتار انسان ها هم فردی هم اجتماعی میگم، اون کسی که این صلاحیت رو داره کیه؟ ما یعنی مثلا و کی تعیین میکنه که اون باید صلاحیت داشته باشه؟ کی اون رو انتخاب میکنه؟ آیا خودش رو انتخاب میکنه؟ یا اصلا اینا یه گروهی هستن که تو کل دنیا مثلا حقوق بشر مینویسن یا مثلا اخلاق وضع میکنن و میگن این خوبه این بده؟ این چون خیلی موزل مهمیه، چون اگر مردم عموم صلاحیت تشخیص اخلاق درست با اخلاق غلط رو ندارن، خب اون وقت چجوری مثلا میتونن انتخاب کنن که آقا این کسی که مثلا گفته این اخلاق خوب اجتماعیه، مثلا اونجا مثلا شما راجع به سکس خواهر و برادر صحبت میکردین، خب مثلا ایشون خیلی تعصب داشت که میگفت، بابک عزیز خیلی تلاش کرد که آقا من فرق دختر خاله و دختر عمو و پسر عمو رو با خواهر برادر متوجه نشدم. حالا بس من بگم. بله. برای اینکه من جواب میدم، برای اینکه بعدم برم سراغ پویا و میلاد که الان منتظره. ببینید، سوال به نظر من سوال اشتباه است. سوال این که کی تعیین میکنه رو باید عوض کنیم به اینکه چی تعیین میکنه، نه اینکه کی تعیین میکنه. کسی ما به کسی مقامی ندادیم که مثلا به خاطر اینکه این کس اون این هست بیا تعیین کنه که چی اخلاقیه چی اخلاقی نیست. ما باید بر اساس استدلالی که یه نفر بیاد بگه که ما اگه بخوایم ببینیم یه چیز اخلاقی هست یا اخلاقی نیست، باید بیایم استدلال این منطقش رو پیدا بکنیم که ببینیم آیا این استدلال درسته یا نه. مهمی نیست که کی اینو گفته، یعنی ما اگه بیایم بر ارزیابی بکنیم که آیا یک چیزی به طور خوب استدلال شده که که اخلاقی هست، مستقل از اینکه کی اینو گفته، ما باید بیایم اون پیشنهاد رو ارزیابی کنیم. خب حالا خب آرمین جان درسته، خب بالاخره اون کسی هم که میخواد این کار رو انجام بده، خب بالاخره از یک سری شواهد به این نتیجه رسیده، خب بالاخره یک اشخاصی باید این رو انتشار بده، بگن ما با مشاهده مثلا این اویدنس ها و این رفتارها مثلا میخوایم این بگیم که اخلاق خوب این اخلاق. من اون قسمتش رو خب بله من خب مشاهده کاملا موافقم، ولی درسته، ولی کسی که ما وقتی اصول تفکر نقادانه رو خب یاد بگیریم، هر کسی از این ابزار میتونه استفاده بکنه که بیاد این استدلال رو بررسی کنه. خب یعنی اگه به طور درست از این ابزار استفاده بشه که این استدلال بررسی بشه ارزیابی بشه، مهم این نیست که کی داره استفاده میکنه، همه هر کسی به همون نتیجه خواهد رسید. خب حالا ما اول باید بیایم ببینیم که ما قبل از اینکه اصلا بیایم استدلال رو بررسی کنیم، باید اول بیایم تعریف کنیم. خب ما وقتی میگیم آیا یه چیزی اخلاقی هست یا نه، اول باید ببینیم منظورمون چیه. خب ما کسایی که مثلا به دین و خدا و خرافات و این اعتقاد نداریم، فکر نمی کنیم که وقتی یک چیزی اخلاقی بودن یا اخلاقی نبودن چیزی خدا که تعیین نکرده، جهان که برای ما فکر نمی کنیم که جهان که خداگاه نیست، جهان که نمیتونه فکر بکنه که چیزی رو برای ما تعیین کرده باشه. خب یعنی اخلاقی بودن، تعریف این که چی اخلاقیه، چیزیه که دست ماست. خب ما اینو میتونیم قبل از اینکه اصلا بیام استدلال بکنیم، یعنی ما میخوایم ببینیم که خب یه چیزی ما این یک هفت رفتار، این یه رفتار، ما میخوایم ببینیم آیا این دایره اخلاقی که داریم، این تو این دایره، این رفتار تو این دایره قرار میگیره یا قرار نمیگیره. خب ما قبل از اینکه ببینیم این رفتار تو این دایره قرار میگیره یا نمیگیره، باید ببینیم خب این دایره اصلا کجا هست. خب ما به ما گفته بودن این دایره رو خدا بهمون میده، بلکه خیلی خب خدا اعتقاد ندارن، گفتن خب دایره رو مثلا یکی سایی مثل چه میدونم هیگل و
کانت و اینا گفتن نه توی طبیعت جهان هست که این اخلاق وجود داره، در اصل که طبیعت جهان نمیتونه اخلاق داشته باشه، طبیعت جهان که اصلا اصلا فکر نمیتونه بکنه که اخلاق براش مهم باشه. دقیقاً یه چیز پرانتز کوچولو ببخش شکر میونه کلامت. ببین الان مثلا آنتی بیوتیک برای افزایش حیات ما وقتی باکتری داشته باشیم مفیده، ولی برای افزایش حیات باکتری مضره. الان از بابت اخلاقی به آنتی بیوتیک برای باکتری بی اخلاقی محسوب میشه، برای ما اخلاق محسوب میشه. خب اینی که اگه شما درست فرمودین الان، یعنی اخلاق توی طبیعت به نظر من جایی نداره، پس یعنی چی؟ پس اخلاق وجود نداره چون طبیعت، چون خدا به ما اخلاق نداده، چون طبیعت به نظر من نداره. آره به نظر من نداره. خب اخلاق. من جواب بدم، من دارم میگم ببین ما میگیم خدا به ما اخلاق نداده، دین به ما اخلاق نداده، طبیعت هم به ما اخلاق نداده. آیا اخلاق وجود نداره؟ داره. میدونین چرا داره؟ چون ما خودمون میتونیم اون دایره رو که گفتم طبیعت و خدا به ما نداده، اون دایره رو ما خودمون میتونیم بکشیم. خب همون من منظورم که کیه که میخواد اونو بکشه دیگه، منظورم که کی اون صلاحیت رو داره. من دارم میرسم. نه صلاحیت لازم. ببینیم ما باید قبل از اینکه به جای اینکه بپرسیم کی این صلاحیت رو داره، ما باید اینو بپرسیم این دایره رو داریم برای چی دارید میکشین این دایره رو. خب ببین من الان به شما توضیح میدم که شما دنبال صلاحیت نگردید، دنبال استدلال بگردید. خب استدلال که اگه تو طبیعت میگه نیست دیگه. خب من که تو طبیعت استدلال ما میسازیم آفرین. پس ما قرارداد میکنیم یعنی ما قرارداد میکنیم. ببین قرارداد. خب بذارید چون میگم بعضیا میگن که اگه طبیعت به ما اخلاق نداده اخلاق وجود نداره. خب من قرارداد مثلا اجاره خونم هم طبیعت به ما نداده، ولی اون قرارداد وجود داره. خب یعنی ما میتونیم این قرارداد رو بسازیم. حالا چجوری بسازیم؟ حالا شما این کی این صلاحیت رو داره؟ ببینیم بازم این کی صلاحیت داره سوال درست نیست. خب ما باید ببینیم هدف کشیدن این دایره اخلاق چیه، بر اساس اون هدف بهترین دایره برای رسیدن به اون هدف چیه. خب ما باید بیام یک قبل از اینکه اخلاق رو تعریف کنیم، باید هدفمون رو از کشیدن دایره اخلاق تعیین کنیم، بعد بیام ببینیم که برای رسیدن به اون هدف چه دایره ای از همه دایره ها بهتره. خب شکر میونه کلامتون. الان مثلا هدف تو طبیعت، هدف فقط اینه که کمیت حیات اضافه بشه، چون حتی کپک توی هزار تو کوتاه‌ترین راه رو برای رسیدن به غذاش تو آزمایش‌های علمی پیدا کرده. یعنی اون چیزی که طبیعت نشون داده افزایش حیات چیز مهمترین هدفه. حالا اخلاق تو طبیعت یعنی اینج این یه مغلطه است، بهش میگن appeal to nature، یعنی توسل به طبیعت. خب اینکه هدف تو طبیعت، حالا تو طبیعت داره چه اتفاقی میفته با اینکه هدف ما چیه فرق داره. خب من اگه قرار بود بر اساس اتفاقی که تو طبیعت میفته برم زندگی میکنم که الان فقط باید برم ببینم مثلا 10-20 بچه دار بشم، من اگه من اصلا سوار هواپیما و ماشین و اینا نباید بشم. یعنی شما هواپیما و مثلا تکنولوژی جدا از طبیعت میدونید؟ نه ببین من منظورم انسان جد، یعنی انسان اشرف مخلوقات. دارم جواب تو میدم. ما ژن خود ژن سلفیش چی میشه؟ خودخواه. ژن های خودخواه ما، خب براشون ارضای امیال ما مهم نبود، امیال ما استفاده شده که ژن‌های خودخواه بتونن بقا پیدا کنن. خب ما وقتی که یک موجود ولی ژن‌ها با همیشه تو طول تکامل جونورا به یک جایی خواهیم رسید که جونورایی که آگاه هستن بعد از این مدتی خودآگاه هم میشن، از آگاهی میرسن به خودآگاهی. خب وقتی که خودآگاه بشن، اون ابزاری که ژن‌ها استفاده کردن برای کنترل جونور برای بقای خودشون، اون ابزار تبدیل میشه به هدف برای اون موجود خودآگاه. یعنی امیال ما ابزار بود برای ژن، خب ولی الان برای ما شده هدف. خب یعنی حالا ببین ما داریم به طور خیلی متافوریک داریم صحبت میکنیم، یعنی ژن که خب خودآگاه نیست که بخواد هدف داشته باشه، ولی چون ژن مثل یک چیزی رفتار میکنه که هدف داره، اگه ما اونجوری بخوایم نگاه بکنیم، هدف ژن
با هدف ما یکی نیست، یعنی اینکه ما بگیم تو طبیعت به خاطر تکاملی هدف ما مثلا بقای ژن و اینا بوده، ما دیگه اون هدف رو نداریم. ما به عنوان یک انسان میگیم جونور خداگاه الان امیالمون شده هدفمون. خب پس فرق داره، تو نگو که تو طبیعت هدف اینه پس ما باید هدفمون این باشه، نه من جنم هدف چه چیزی، من نگفتم باید البته، من نگفتم باید البته باشه. خب پس ولی مستقلا از هم دیگه میتونه، پس قبول داری که پس قبول داری میتونه یه چیز دیگه باشه هدف نه، ما قبول ندارم، من قبول ندارم که هدف ما نه هدفو نگفتم، این که ما از طبیعت جدا هستیم مستقل نیست، مستقل نیست و هم ربط داره ولی یکی هم نیست، قبول داری؟ خب اون که هر چیزی منحصر به فرد مشخصه که هیچی با هیچی دقیقا یکی نیست. بذار من به نتیجه هم برسم، برای اینکه اگه بخوای اینجوری بکنی من الان سه نفر منتظرم باید برسم برشون. خب بذار من با آخر بحثم برسم. من از همه هم عذرخواهی میکنم، یه برای اینکه زنگ تفریح هم بشه یک چیز کوچیک بگم، این آقای رایان هست میاد، خیلی شخصیت جذابی هم داره. نه 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 بذار من حرفم تموم کنم. نه یه کلمه. خب باشه بفهم. نه بذار آخرش بگو، برای اینکه من اینو باید حرفم تموم کنم. بگید خب. بفرمایید. خب وقتی ما میگیم که هدف انسان ارضای امیالشه، خیلی ها فکر میکنن ما داریم وقتی داریم درباره ارضای امیال صحبت میکنیم فقط درباره سکس و غذا و تفریح و چیزهای مثلا خیلی سطحی صحبت میکنیم، نه، در صورتی که ارضای امیال انسان فقط اینا نیست، ارضای امیال انسان عشق، دوستی، کمک کردن، مهربونی دادن، مهربونی گرفتن، کامیونیتی ساختن، هدفهای بزرگ داشتن، به جهان رو نجات دادن، یعنی ما اینا همه اینا میشه اتفاقا مثلا هدفهای این هدفها ارضای این امیال تازه بیشتر باعث خوشحالی ما میشه تا مثلا هدفهای مثلا کوتاه مدت و سطحی. خب یعنی ما وقتی میگیم ارضای امیال همه رو سطحی البته سطحیاش هم خوبه ها، یعنی مثلا من هیچ وقت کسی نیستم که بیام مثلا امیال جنسی خیلی هم خوبه، ولی خب ما فقط اونا نیستن، خیلی امیال طولانی مدت دیگه هم داریم، خب تشکیل خانواده از این چیزا، خب امیال خیلی احساس اهمیت کردن و اهمیت داشتن برای یک کسان دیگه، اینا همه این امیال رو داریم. خب و ارضای این امیال بیشتر یعنی زیاد کردن خوشحالی تو جهان و کم کردن ناراحتی و آزار و اذیت، این امیال انسانه. خب هم برای خودمون و هم دوست داریم اینو برای بقیه ببینیم، یعنی انسان یک موجوده که هم میخواد خودش خوشحال باشه هم از دیدن خوشحالی انسانهای دیگه خوشحال میشه. خب و من به عنوان مثلا من کسی هم که این طرز فکری که من دارم به شما میگم چیزی که بهش میگن یوتیلیتریانیسم، یعنی ما فکر میکنیم که اخلاق باید جوری تعریف بشه که هدف ما رو به کمک بکنه به رسیدن هدف ما. هدف ما چیه؟ هدف ما زیاد کردن خوشحالی تو جهان و کم کردن ناراحتی و آزار. خب این روش فکر و اخلاق رو بهش میگن یوتیلیتریانیسم. ببینید شما، من میگم اخلاق رو چون ما میتونیم تعیین کنیم، انسان ها میتونن تعیین کنن، پس ما هر چیزی میتونیم این اخلاق رو تعریف بکنیم. پس ما باید ببینیم اخلاق رو چجور تعریف بکنیم که کاربرد بیشتری داره، چه تعریفی از اخلاق بیشترین کاربرد داره. من میگم اگه هدف ما این باشه که خوشحالی رو تو جهان زیاد بکنیم و از ناراحتی رو تو جهان کم بکنیم، بهترین تعریف اخلاق تعریفی خواهد بود که کار بد کاریه که ناراحتی رو تو جهان زیاد میکنه و کار به طور میانگین، به طور نت نمیشه میشه، و کار خوب کاریه، کار اخلاقی کاریه که خوشحالی رو تو جهان بیشتر زیادتر میکنه. این یک طرز تفکر به اخلاق هست که بهش میگن یوتیلیتریانیسم. بله، حرف آخر بزن شو. که آره ببخشید شما، من حالا این اول سوالم اینو نگفتم، شما وقتی که انسان خودآگاه شد فهمید که به غیر از کمیت کیفیت خیلی جذابه، یعنی شخصی از حاضره که 5-10 سال عمر کنه ولی سلامت داشته باشه و لذت ببره تا کسی که 100 سال قطع نخا باشه و چشش کور باشه و گوشش کر باشه و فلان اینا. منتها حالا الان وقت نیست، به هر حال دوستانم شاید حوصله‌شون سر رفته باشه، ولی من خیلی دوست داشتم که یه برنامه باشه که من خیلی راجع به این قضیه شاید بگم 18-19 سال به این فکر کردم که ما از طبیعت جدا، همون طبیعت همین ما هستیم و آخرش اون کیفیت در حقیقت در راستای همون کمیت هست، یعنی من خیلی راجع به این فکر کردم، ولی شاید هم اشتباه میکنم مثلا توش بحثی نیست. نه ولی... من نگفتم از طبیعت جدا هستیم، ما از طبیعت جدا نیستیم، ولی وقتی که خودآگاه میشیم
ما از این هدف ما از هدف جن جدا میشه. چون مثلا اگه یه چیز کوچیک من بگم خیلی کوتاه میگم سریع ببینید، الان مثلا ما فکر میکنیم که ما 5 تا حس داریم: بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی، لامسه. در صورتی که ما اگر بخوایم علمی نگاه کنیم، بررسی کنیم، یک حس داریم، یعنی فقط لامسه است که ما داریم. وقتی ما میبینیم نور به چشمون، فوتون ها لمس میکنیم. این داره منحرف میشه، من بعد برم سراغ نفر بعد. باش. حالا بازم بیا چون این بحث جالبیه. آره جان، فقط یه چیز، آره خیلی خوشحال شدم، خیلی با حوصله هستی، خیلی دوستت دارم و خوشحالم که تو زندگیم با آدمی مثل تو آشنا شدم. خیلی عزیزم. من خودم هم دوست دارم ادامه بدیم، ولی چون پویا و میلاد و مایکل منتظرم بدارم. 100% از همه هم عذرخواهی میکنم بابت اینکه پرچونگی کردم. کوچیک هم هستم ارادتمند. ممنون که به من فرصت ده. این هم آقای رایان صدا شبیه سرهنگ علی فت گزارشگر فوتباله. خیلی جالب بود. خدا.